Но сегодняшнее обращение мое особое. رئیس جمهوری قزاقستان نظربایف آیدی به استعفا رفتن خود بیانات داد. با بیاناتی مناسب نظربایف روز سه‌شنبه با طریق تلویزیونی دولتی قزاقستان برآمد نمود. چی طوری که به همگان معلوم است در زمانهای بسیار مهم تاریخی من به مردم خود مراجعه میکنم. امروز نیز من به شما مراجعه مینمایم. ولی اهمیتناک بودن پیام امروزه کاملا دیگر است و بسیار مهم می باشد. من قرار قبول نمودم که صلاحیت خود را تسلیم نمایم. اظهار نمود نورسلطان نظربایف. با وجود این نظربایف قید نمود که قرار قبول کردهش آسان نیست. در نوبت خود نظربایف قید نمود که در ساختار حکومت همچون رئیس شورای امنیت کشور باقی می ماند. Остаюсь председателем Совета безопасности. در منصب رئیس شورای امنیت باقی میمونم که در سطح قانونی با صلاحیت های جدی معین نمودنی سیاست داخلی و خارجی صلاحیت ناک کرده می شود. همچون رئیس حزب نور آتن اعضای شورای کنستیتوسیونی باقی میمونم. ابراز نمود نظربایف. Уважаемые казахстанцы, сегодня будет подписан закон о внесении изменений и дополнений в Конституцию. بعقیده متخصصان استعفای نظربایف پیشکی تیار کرده شده است، یعنی از سال 2017 شروع کرده با راه مرحله‌ای و درآوردن تغییرات در قانون آید شورای امنیت با وسیع نمودن صلاحیت های رئیس شورای امنیت به وقوع پیوسته است. تغییرات های آخرین پس از امضا نمودن ایلاوه های درآورده شده از جانب نظربایف در سال 2018 اعتبار قانونی پیدا نمود. طبق تغییرات قبول شده آید قانونی درباره شورای امنیت، حالت ساختار حاکمیت مذکور از خدمات مسلحتی مشورتی به کنستیتوسیونی تغییر یافته است و نظربایف خود را همچون رئیس یک عمره به قید درآورد. باید به بعضی نقطه های مهمی قانونی در بالا ذکر شده اعتبار داد. مثلا در بند سیوم ماده یک گفته شده است، هیئت شورای امنیت از جانب رئیس جمهور با مطابقت رئیس شورای امنیت تشکیل کرده می شود. در بند ششم ماده شش گفته شده است، قرار شورای امنیت و رئیس شورای امنیت حتمی است و از جانب خدمات های دولتی، تشکیلات ها و شخصان منصبداری جمهوری قزاقستان باید به چون و چرا اجرا کرده شود. حرمیته پارلمان دیپوتاتار حکومت مشیلره. مشاهدان قید میکنند که همین طور نورسلطان نظربایف صاحب حقوق اداره کشور را از طرفی خود در آینده باقی گذاشت. در مهلت باقی مانده منصب رئیس جمهور موافق سرقانون رئیس سنت پارلمان جمهوری قزاقستان کاسم ژومارت توکایف به عهده گرفت. سنه 20 مارت اجرا کننده وظیفه رئیس جمهور به منصب رئیس سنت پارلمان دختر کلون سابق رئیس جمهور دریگه نظربایف را پیشنهاد نموده با یک آواز 44 نفر رئیس سنت انتخاب نمودند. به عقیده متخصصان دریگه وارث نظربایف در منصب رئیس جمهور قزاقستان می باشد.